با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم، سوری از دیبرنت هستم. صبح بر از و شب خیلی خوبی رو برای همتون آرزو می کنم و اینکه برنامه امروز راجع به The Power of Now یا قدرت یا توانمندی این لحظه هستش که فکر می کنم که انتخابی خوبی باشه همیشه برای ما که بتونیم این چیز رو داشته باشیم. بنابراین دوستان عزیز، برنامه امروز رو شروع می کنم با اینکه سیاره ها و ستاره ها در حال حاضر چه کار دارن می کنن و اینکه در حال حاضر ما داریم میریم در یک هفته‌ای که بسیار جالب و زیبا خواهد بود. Sorry love, can I ask you a question? Can you see if I'm live on Facebook? Thank you so much. Yes, I think I am. The people are right. سلام حامد جان. و اینکه خلاصه در این هفته آینده که میاد خبر خوب این هستش که در ماه لیو میریم و لیو هم به طور کلی میدونیم که چیز بیداری و آگاهی و فلسفه و این داستان ها هستش. و همینطور ماه در لیبرا خواهد بود. لیبرا هم که ترازوهای ما هستن، ماه ترازوه، بنابراین من و شما ممکنه یه خورده مهرطلبیمون بیشتر بشه و بخوام دیگران رو راضی بکنیم، ولی هفته فوق‌العاده خوبی هستش به خاطر اینکه ما میریم در اون آگاهی و بیداری و اینکه یک بیشتر به دنیای درونی وصل میشیم. بنابراین هفته خیلی آرومی هستش. ونوس هم داره، سیاره ونوس که عشق و ثروت و پول و نمیدونم همه اینا هستش، ونوس هم در مقابل میره در ماه اسکورپیو که عقربیای ما هستن. بنابراین باید هفته آرومتری رو شروع بکنیم به خاطر اینکه بیشتر میریم توی عشق و زیبایی و ارزش به خودمون و چیزا چقدر میتونن تغییر پیدا بکنن و بهتر بشن. و هفته آرومی خواهد بود که بیشتر به ما این اجازه رو میده که بریم دو مرتبه یه نگاهی بکنیم، چون سالم داره تموم میشه، ببینیم که در سال گذشته چه کارهایی کردیم و چطوری میتونیم اونها رو در کدوم قسمت ها میتونن بهتر بشن، چی یاد گرفتیم، تجربه هامون چی بوده. و بعد اینکه سیاره مرکوری هم که میدونیم که سریع ترین سیاره ما هستش، کامیونیکیشن، اونجوری که ما صحبت میکنیم، توجیه میشیم، درک میکنیم، فهمیده میشیم و همینطور اینترنت و تمام چیزهای دیگه. مرکوری تقریبا در حالت استیشن وایساده که مستقیم بشه خوشبختانه، بنابراین مشکلات اینترنتی ما و قطع و وصل شدنمون و نمیدونم همه اینها هم تغییر پیدا خواهد کرد. پس آماده بشیم و از دوشنبه که یک هفته خوب، آروم، پر از عشق، بیشتر کشیده میشیم به دنیای عرفان و معنوی و درس ها و کلاس ها. سلام به سرعیای عزیز، مرسی عشقم، همه مهین عزیزم، تمام دوستانی که دارین ما رو جوین میکنین از روی فیسبوک. میریم سر برنامه امروز. بنابراین برنامه امروز یه مقداری میخوام که همه بیشتر آرومتر بشین. اگر که میخواین دوستان رو دعوت بکنین، دوستانتون که فکر میکنین این برنامه امروز که چطور در این لحظه حضور داشته باشین و قدرت و توانایی این لحظه، میتونین دعوتشون کنین، ولی بعد بشینین با همدیگه که کاملا در این سکوته بریم. خب همونطوری که میدونیم خیلی از کانسپت ها یا از چیزا هستن که ما شنیدیمشون، از سالیان سال بوده، استادای قدیمی، مرسی عشقم، استادای قدیمی همیشه گفتن، مولانا راجب اونها صحبت کرده و و و و زمانی که ما اینها رو میشنویم یا دو مرتبه میخونیم میگیم که آره میدونم، آره متوجه هستم. سلام هایی داشتم، برنامه امروز فکر میکنم خیلی کمک بکنه به هممون و داستان هامون. خب یکی از اون کانسپت ها این هستش که ما همیشه متوجه هستیم که میگیم که گذشته‌ای وجود نداره و آینده‌ای هم وجود نداره و در دنیای واقعی همه چی
داره مرتبا اتفاق میفته بدون هیچ قطع و وصلی، ولی تنها زمانی که من و شما میتونیم متوجه اون بشیم اون زمانی که کانشس یا اون شعور کلی یا توجه و تمرکز ما روی یه چیزی میاد، اون در اون زمان برای من و شما واقعی میشه. اوکی، بنابراین سه تا کلاس دارم در کلاس های 22 قدم که همیشه بهتون پیشنهاد کردم که خوبه که اونها رو بگیرین و اونها جهان های هستی موازی هستن و در اونجا من توضیح دادم که برعکس اون چیزی که من و شما فکر میکنیم که گذشته‌ای بوده و یه سری اتفاق ها افتادن و بعد یک آینده‌ای هست که من و شما قراره بریم و در اون آینده قراره یه سری اتفاق ها بیفتن، در واقع در دنیای واقعی و اون شعور کلی این قضیه درست نیستش، اما ذهن من و شما ما رو میبره تو این مسئله که آره این حقیقیه یا این واقعیه. اوکی، ولی کلن اتفاقی که میفته اینه که تمام چیزهایی که من و شما میبینیم مرتباً در حال اتفاق افتادن هستن. خب اینی که الان فرضاً شما نشستین اومدین روی فیسبوک یا اومدین روی اینستاگرام و دارین لایو سودی رو نگاه میکنین، این لایو کاملاً داره اتفاق میفته و زمانی نیستش که فرضاً 5 دقیقه پیش این لایو نبوده و بعد از این که این لایو تموم میشه 1 ساعت دیگه ساعت 12 به وقت لس آنجلس این لایو تموم میشه، همچین چیزی نیست. این لایو مرتباً داره در حال اتفاق افتادن. اینی که شما صبح بیدار شدین و صبحانه خوردین، این اتفاق صبحانه خوردن کاملاً در حال اتفاق. اتفاقی که میفته اینه که من و شما وقتی که شعورمون متمرکز میشه و توجهمون روی یک چیزی میاد، اون در اون لحظه برای من و شما واقعی میشه و ما حسش میکنیم. اوکی؟ پس این یه مسئله نیستش که من و شما میگیم که آره متوجه شدیم، ولی در طول 24 ساعت روز آگاهی یا هوش و حواس ما روی اون چیزی هستش که میخوایم تجربه کنیم. بنابراین توی آنلاین کورسم توضیح دادم، گفتم که فرضاً من و شما میتونیم اون آتکام یا تجربه اون چیزی که رویا و آرزوی ما هستش، فرضاً مدرک گرفتنه برای کس دیگه، اون شرکت رو زدنه، من و شما اگر این قضیه رو بتونیم میتونیم تمرکز و کانشسمون رو شیفت بکنیم روی اتمام اون قضیه و میتونیم اون رو ببینیم و تجربهش کنیم و ایونچولی میتونیم حتی برگردیم و ببینیم اون مرحله زمان اولی که داشتیم نقشه میکشیدیم که چجوری این کار رو بکنیم، چجوری این انجام بشه و بعد اون پروسس ها رو بریم توش. خب پس این یه قضیه خیلی مهمه که اگر که برای من انسانی جا بیفته، اون وقت متوجه میشم که چه قدرت و توانایی دارم و چطور به جای اینکه حسرت چیزها و اتفاقها و مسائل رو داشته باشم، میتونم خودم در ذهنم و در شعورم میتونم اون رو به وجود بیارم، میتونم تمرکزم رو ببرم روی اون و اون برای من در این لحظه واقعی بشه. خب پس قضیه که دلیل اینکه برنامه امروز رو گذاشتم قدرت و توانمندی این لحظه این هستش که دو مرتبه همه شما شنیدین که فرضاً گذشته‌ای وجود نداره و آینده‌ای وجود نداره. تنها زمانی که واقعیه که من و شما حسش میکنیم این لحظه هست. اما حالا شما بیان پیش خودتون فکر بکنیم، یه سری از افراد هستن که فقط در گذشته دارن زندگی میکنن و گذشته روز بعد از روز بعد از روز داره براشون تکرار میشه. حالا برای یه سری از افراد حسرت گذشته است، فرضاً میشنن فکر میکنن که
اون ازدواجی که کردم چقدر خوب بود، چقدر عالی بود، بعد افسوس این که خراب شد و به هم ریخت و چه در مشکلات و چه دردسرهایی رو من حالا توش رفتم، یا اینکه اون زمانی که اول من ازدواج کردم همیشه عشق بود و طرف برای من گل می آورد و من هر دهنم باز می شد اون کارو انجام میداد و من رنگ مومو میرفتم یه ذره کوتاه میکردم، گفت عزیزم موتو کوتاه کردی، حالا الان به یه جای رسیده که اگه من رنگ مومو عوض کنم، اگه مومو تغییر بدم، اگه پستیج بذارم، اگه هر کاری بکنم، طرف نه تنها منو نمیبینه بلکه وقتی صحبت میکنم من رو نمیشنوه، دارم باش حرف میزنم، بعد تو تلویزیون، روی کامپیوترشه، تو تلفنشه، شب که میریم میخوابیم همش این بهانه ها هست که وقتی میخوان سکس داشته باشین امشب نه خستم نمیدونم، و بعد شما میرین تو این که اون روزهای اول چجوری. پس یه سری دیگه از افراد اینجا که نیستن، به آیندهم کاری ندارن، فقط دارن گذشته رو با امروز مقایسه میکنن و در افسوس این که چقدر گذشته خوب. یه سری از افراد دیگه دارن گذشته و اون داستانهایی که اتفاق افتاده و چقدر بد و خراب بوده، اون داستانها رو دارن روز بعد از روز زندگی میکنن، اون داستان قدیمی رو. یه سری دیگه از دوستانم، حالا ببینین شما جزء کدوم گروه هستین، یه سری دیگه از دوستانم فقط در ترس و نگرانی آینده هستن که نکنه این بشه، نکنه این اتفاق بیفته، اگر اون بشه چی میشه، نکنه پول نیاد، نکنه من موفق نشم، حالا این درس رو میخونم به کجا میرسه. پس یه سری از افرادم گذشته و نگران برای آینده و اتفاقهایی که داره میفته، مطمئن نبودن، این که آینده امن نیست، اینی که نمیدونن چی میشه و چه اتفاقی میفته، یه سری هم در ترس و وحشت و نگرانی آینده هستن. پس چند درصد از ما انسانها کلن اینجا و در این لحظه هستیم؟ خب پس هر چقدر که من و شما بدونیم و بخونیم و بشنویم و حتی اون کسایی که قبولشون داشتیم بگن گذشته‌ای وجود نداره، چون قاعدتاً ذهن شما این رو میدونه که شما هیچ چیزی رو در گذشته نمیتونین تغییرش بدین، قدرتی در گذشته نیست، برای اینکه گذشته تموم شده، اون داستان اتفاق افتاده، و بعد اینکه شما نمیتونین برین گذشته رو درش تغییری به وجود بیارین. خب ذهن شما، عقل شما این رو میدونه، اما شما این قدرت و توانایی درتون نیستش که برین اون رو فراموشش کنین یا بذارینش کنار و در این لحظه باشین. اوکی؟ و بعد میدونیم که در آینده شما نمیتونین در این لحظه کاری انجام بدین. در آنلاین کورس هم توضیح دادم، گفتم که شما نمیتونین که برای آینده بگیر من سیبی که قراره فردا بخورم الان میخورم. اوکی؟ پس نتیجتاً در آینده هم شما هیچ قدرت یا توانایی ندارید. پس تنها جایی که من و شما میتونیم خلق کنیم، میتونیم انتخاب کنیم، میتونیم حس بکنیم، این لحظه است، اینجاست. بنابراین تمام برنامه امروزی که ما با هم دیگه داریم اینه که چطور ما بتونیم این قضیه رو که میدونیم و عقلمون متوجه میشه، بتونیم به عنوان یک تسک روزانه ازش استفاده بکنیم. دیروزم فهم میکنم برای پریسا جون یه پست دادم که به زودی خواهد اومد، میاد میذاره توی چیز، که من و شما با این زمان در این لحظه میتونیم خلق کنیم، میتونیم همه کار رو انجام بدیم و تمام قدرت ما توی این زمان و توی این لحظه هستش، ولی اون پرایم کردن، اون به وجود آوردن این لحظه و ساختن اون کیفیت رو ما داریم از دستش میدیم. اوکی؟ پس الان من و شما میخوام کاملا بیام توی بدنمون حضور داشته باشیم، و برای اونهایی که نمیدونن که چطور من توی بدنم حضور داشته باشم، در تصویر ذهنی خودتون اون چیزی رو که ما به عنوان دنیای، اسمش رو دنیای درونی میذاریم، در پیش خودتون تصور بکنین در ذهنتون که شما
خودتون میان از بالا وارد تو میشین، این قسمتی که درون ما اسمشو میذاریم. حالا اکثر ماها درون رو توی قسمت شکم و توی قسمت قلب میبینیم، در چاکرای قلب، بعد زیر اون چاکرای خورشیدی و زیر اون چاکرای شکم میبینیم. پس اگر شما در تصورتون اینجا رو ببینیم، بعد شما متوجه میشین که برعکس اون چیزی که در آنلاین کورس من کی هستم توضیح دادم، برعکس اون که ذهن من و شما میگه که در توی بدن ما شکمه و بعد روده بزرگه و روده کوچیکه، بعد صفراس و کبده و نمیدونم تمام این داستانا و این فضا پره پره پره، در واقع واقعیت این هستش که درون من و شما یه فضای بزرگ کاملا خالی هست. پس در تصور خودتون وقتی که این دنیای درونی رو میبینین که پر از مثل سپارکلین ستاره هایی که برق میزنن و میدرخشن، شما میخواین روزانه این رو به عنوان تمرین انجام بدین که از ذهنتون میاین در این فضای بزرگ که تاریکه و پر از ستاره است و اینجا رو به یک شکل و فرمی ما میتونیم اسمشو بذاریم دنیای درونی، یا میتونیم اسمشو بذاریم زیرو سپیس، یعنی اون جایی که فقط خلأ خالیه، اما در این حال در این خالی بودن و در این خلأ جایی هستش که تمام پاسیبیلیتی ها، تمام امکانات این که من و شما بتونیم چیزها رو بسازیم در اونجا هست. خب پس این باید یه تمرین روزانه باشه که هر روز من و شما اگر شده 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه این کار رو انجام میدیم که خودمون رو میاریم در سکوت و بعد میایم در این درون، در این فضای تهی و خالی، و در اولش برای اینکه این تیکه برای من و شما جا بیفته احتیاجی نیستش که از روز اول من و شما فکر بکنیم که خب چه رویایی داریم، چه درخواستی داریم، چه چیزی میخوام و اون رو بخوام اونجا بسازیمش، به شکل بدیم، بیشتر پر رنگ ترش بکنیم. شاید برای خیلی از ماها که دقیقاً واقعا با این که فکر میکنیم که رویاها و آرزوهامون رو میدونیم چیه، ولی شاید واقعا اون چیز اولیه اساسه که خیلی اساسی و مهمه نباشه. الان میخوام اینجا یه پرانتز باز بکنم، چون گفتم که همه ما یک شغل یا کاری داریم، یک حرفه و شغل و کاری داریم، ولی اون حرفه و شغل و کار میتونه 100% لایف پات ما یا اون بخشی که اون هدف اصلی که من و شما اومدیم که روح ما میخواد بیشتر از هر چیزی اون چیز رو تجربه کنه و در دنیای مادی ببینتش، بسازتش، حسش کنه، لمس کنه، این دوتا میتونه با همدیگه متفاوت باشه. پس نتیجتا خیلی از ما میریم ادامه تحصیل میدیم، میریم شغل و حرفه رو یاد میگیریم، میریم دنبال یه کسی یا کاری، اما 100% اون کار، اون پر شدن، اون ساتیسفکشن، رضایت و اون چیز رو به ما نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه این فقط یک شغل و حرفه است و این شغل و حرفه رو ما به وجود میاریم به خاطر اینکه بتونیم در دنیای مادی، ما یک معیاری به اسم پول داریم که با پول حالا دیگه کردیت کارت، چیزها، انرژی ها، نمیدونم چیزها رد و بدل میشن. اما حرفه و شغل شما 100% اون هدف اصلی که روح شما اومده که این دفعه بیشتر کلاس اصلیه که میخواد تجربه کنه و میخواد بسازتش که باز دوباره به خودش ثابت کنه اون قدرت و توانایی و خلاقیتشو، این دوتا ممکنه با همدیگه مغایرت داشته باشن و یکی نباشن. روی این اصل من میگم اولی که شما میخوان برین توی درون، هنوز شاید برای یه هفته، 2 هفته، 1 ماه شما اصلا نمیخوان فکر آرزوها و رویاهاتون رو بکنین. شما فقط میخوان با این محیط جدید که دنیای درونی آشنا بشین. شما فقط میخوان یاد بگیرین که وقتی که میان به درون و اون فضای خلأ خالی رو میبینین که پر از ستاره هست، فقط میخوان اون تو بشینین، فقط میخوان ذهن رو تا اونجایی که براتون امکان داره
خاموشش بکنین و فقط ببینین که خود این فضا چی میخواد به توجه شما بیاره یا چی میخواد نشونتون بده. اوکی؟ پس دلیل این که این قضیه خیلی مهمه و همه شما که الان اینجا هستین لایو دارین از روی اینستاگرام و فیسبوک این برنامه رو نگاه میکنین و همه کسایی که بعدن میرین روی یوتیوب این برنامه رو نگاه میکنین، این رو بذارین جزء بالای لیستتون، بهش ارجحیت بدین و متوجه بشین که تمام تلاش ها و کوشش های شما در دنیای مادی در واقع بی خودیه. چرا؟ به خاطر اینکه از بیرون شما نمیتونین چیزی رو بسازین، باید از درون ساخته بشه تا این تصویر عکس برگردون برگرده و شما بتونین از بیرون ببینینش. پس خیلی از ساعتهای کار زیادی که شما میذارین و خیلی از کارهایی که شما میکنین در واقع لازم به انجامش نیست و لازم به اون همه وقت و زمان و سرمایه گذاری نیست، اگر که شما این رو اول از درون بسازین و از اجازه بدین که از درون به بیرون خودش رو به عنوان تصویر شما، عکس برگردون شما برگردونه و نشون بده. خب پس یک ماه به خودتون بگین، الان دیگه امروز دوم دیسمبر شد، تا آخر سال شما میخواین این رو بذارین بالای لیستتون که هر روز 5 دقیقه این هدیه رو به خودتون میدین که این سکوت رو به وجود بیارین، برین در دنیای درونی و این فضا رو نگاه بکنین و ساکت بشینین و ببینین که تمام این ستاره ها که الان دارن میدرخشن بعد چه شکل و فرم و ایده و چه چیزی رو به شما میدن و چه چیزی رو به توجه شما میارن. در اون زمان هست که شما از وقت روی زمان سرمایه گذاری میکنین. چرا؟ چون اون چیزی که به از درون میگیرین اون چیز اصلیه که خلأ شما رو پر میکنه و همیشه ذهنتون این سوال رو میپرسه که من اصلا برای چی اومدم اینجا؟ هدف اصلیم چی بوده؟ آیا من فقط اومدم اینجا که مثل نرم بقیه رو دنبال کنم و چه میدونم برم های سکول دیپلم بگیرم و بعد ازدواج بکنم و بعد بچه دار بشم؟ آیا زندگی اینقدر خالی و تو خالی و روتین و فقط همین داستان سیره که ما داریم نسل در نسل بعد از نسل انجام میدیم، یا اینکه نه یه چیز بزرگتر و کلی تره؟ این روش تمرین برای کسانی که اطلاعات کامل از معنی در این لحظه بودن رو نمیدونن عالیه، خیلی هم خوب ساناز شد. اوکی؟ پس نتیجتا من و شما میخوایم هر روز این تمرین رو انجام بدیم. حالا دلیل این که این قضیه مهمه، مهمترین مسئله است، این هستش که زمانی که من و شما اون نقطه صفر رو، اون خلع رو پیدا می کنیم، از اونجا تولد تمام چیزها اتفاق می افته، ولی در یک لایه خیلی بالاتر. براتون یه مثال می زنم که جا بیفته. فرضاً خیلی از افراد میرن دنبال موزیک، میوزیشن می شن، خیلی هم زمان و وقت میذارن، معلم میگیرن، تمرین میکنن، همه این کارا رو انجام میدن، اما موزیکشون هیچ وقت یک بنگ بزرگ یا هیچ چیزی نمیشه. یعنی این که در یه حد کوچیکی میمونه، نه هیچ وقت شناخته میشن، نه حتی اگه سیدی بزنن سیدیاشون فروش میره، هیچ کدوم از اینا نیست. سلام نادر جون، مرسی عشقم، خوبم، برنامه رو گوش کن نادر. اوکی؟ اون زمانایی که من خودم در این چند سال اخیر که میرم توی اون خلسه یا توی اون سکوته، این چیزها رو که میبینم بعد کاملا برام جا میفته و توجیه میشه که این دنیای درونی یعنی چی و کجاست و اینی که گذشته و آیندهی وجود نداره، همه چی اینجاست، جا میفته، سلولای من میفهمنش که چیم، فقط در یه حد یک تئوری نمیمونه. که و در یکی از این ترانس ها من متوجه شدم که موزارت داره
نوت‌ها داره همینجوری براش میاد و این فقط پشت پیانو نشسته. و من خیلی تعجب کردم و گفتم که پس موزارت در واقع در ساختن این سمفونی و این چیزها نقشی نداشته. و جوابی که برای من اومد اینه که نه، موزارت فقط یاد گرفت که چطور در این نقطه صفر و خلق قرار بگیره که بعد دانلود اطلاعات، حالا چه نوته چه هر چیزیه، براش بیا. خب پس این میشه که موزارت فرق پیدا میکنه با تمام میوزیشن های دیگه یا کسای دیگه ای که تو این چیز میرن، چون میبره شما رو در یک لول بزرگتر و عمومیتر و کلیتر. یا اینکه انشتن تمام کس دانشمندا، کسایی که اختراع میکنن، تمام کسایی که کار آنچنانی میکنن، همه و همه کسایی هستند که این نقطه رو و اینجا رو پیدا میکنن. بنابراین از دید بیرون امکان داره که اینا خیلی آدمای عجیب و غریبی باشن، حتی ممکنه در طول روز، قبلا هم اینو توضیح دادم، اینا بتونن خیلی کارهای احمقانه بکنن یا کارهای روزمره عادی دنیای مادی رو نتونن انجام بدن. و ممکنه از دید شما این باشه که این افراد چقدر isolated یا جدا از همه یا چقدر weird، غیر عادی یا چیز هستن، ولی اینا هم که متوجه این هستن که وقتی که خودشونو جدا میکنن از شلوغی و سر و صدا و ساعتها در اون سکوته و در اونجا میشینن، اون زمان و اینجا هستش که اون وقت اون چیز بزرگ رو برای شما به وجود میاره. اوکی؟ پس نتیجتا اگر که شما چه میدونم فرزند میخواین که مشهور بشین یا معروف بشین یا اینکه میخواین نمیدونم خیلی ثروتمند بشین و الان نمیدونین که از کجا شروع کنین و قدمهاتون باید چی باشه یا اینکه چطور میتونین به اون چیز بزرگ برسین، این راه حلتونه. به خاطر اینکه شما دیگه نباید در ذهنتون که مرتبا گفتیم که ذهن یک دستگاهه که مرتبا سوال به وجود میاره و مشکل پیدا میکنه و بعد میره دنبال پیدا کردن جواب سواله یا میره دنبال راه حل پیدا کردن، این بازی ذهنه که دائما سرگرم میشه، شما در اونجا در یک حدی میتونین پیش برین. اما اگر یاد بگیرین که در این لحظه، هر لحظه در اینجا باشین و بعد ذهن رو بتونین خاموشش بکنین که اون فضای خالی به وجود بیاد، اون وقت شما میتونین از یونیورس، از کائنات، اون ریدارهاتون باز میشه که شما میتونین اون اطلاعات مهم و اصلی رو بگیرین به جای گیجی و گمی. چرا شما گیج و گمین؟ به خاطر اینکه ممکنه برای بعضیا اصلا نمیدونین کجا برین، راهتون چیه، چی شما رو خوشحال میکنه، چی شما رو راضی میکنه، عشقتون نسبت به چیه، حالا از کجا برین، این همه انتخاب بیرون کدوم رو انتخاب بکنین. بعد میافتین توی قضاوت این موقعیت ها، بعد از خودتون میپرسین که اگر که این راه رو برم و موفق نشم چی، اگه بخوام برم شرکت بزنم با این موقعیت اقتصادی، با این همه داستان، این همه وقت بذارم، سرمایه گذاری بکنم، هم از نظر مالی هم از نظر زمانی، اگر به موفقیت نرسه چی؟ ذهن این بازی و این کارها رو با شما میکنه. اما زمانی که میرین به درون و میرین به این نقطه صفره، اون چیز به شفافیت به شما نشون میده و تنها کاری که شما باید بکنین قدم اوله. شما لازم نیست که پیدا بکنین که تا آخرش قدمها چیه. تو آنلاین کورس توضیح دادم. وقتی که شما دارین توی فاگ یا دارین رانندگی میکنین که خیلی مه‌آلوده و خیلی ابریه و نمیتونین تا ته جاده رو ببینین، شما فقط کافیه همین جلوتون و این نور اینجا رو ببینین. خود اون یه ذره یه ذره یه ذره
بعد راه های بعدی رو به شما نشون میده. نتیجتا نخوان که تا آخر داستان رو بدونین و اطمینان داشته باشین که تمام این قدم ها تا آخر شما رو به نتیجه میرسونه. نه، that's none of your business. این اصلا ربطی به شما نداره. تنها کاری که شما باید بکنین اینه که ایده رو که گرفتین فقط قدم اول رو بردارین و بعد جهان هستی قدم های بعدی، موقعیت ها، آدم ها و چیزهای دیگر رو خودش برای شما پروواید میکنه، خودش به وجود میاره. اوکی؟ خود من از اون آدمایی بودم که از اول، از زمانی که 18 سالم بود، فقط میرفتم روی اون چیزی که الان من احتیاج دارم و لازم دارم. بنابراین 18 سالگی من میخواستم از خانواده کمک نگیرم، اولین فکرم این بود که چه کاری در کمترین زمان الان به من درآمد میده که من بتونم پول اجاره خونه رو بدم، بتونم خرجامو بدم، بتونم خودم بذارم توی مدرسه و دانشگاه و کالج و این داستان. مرسی عشقم. هایده جان، ما هم عاشق تو هستیم. اوکی؟ پس نتیجتا وقتی که من اومدم رفتم توی رستوران شروع کردم کار کردن، در زمانی که اون کار رو انجام میدادم بعد به فکرم رسید او میتونم فرزن برم کاسمتالوجی مو و نمیدونم اینا رو بخونم، اینا میتونه درآمد بیاره همیشه هر وقت چیزای دیگه نیست. پس شروع کردم کار رستوران رو میکردم، پولم میگرفتم، بعد از اونجا خرج اجاره خونه و همه اینا در میومد. بعد رفتم یه سال نمیدونم کاسمتالوجی خوندم، مو و پوست و ناخون و نمیدونم همه این داستان. بعد اینو ول میکردم میرفتم کار اون رو شروع میکردم. بعد یهو به نظرم میومد که او برای من خیلی ورزش و تغذیه و نمیدونم اینا جالبه. اوکی، این کار رو نگه میداشتم میرفتم درس اون رو شروع میکردم. پس نتیجتا حتما لازم نیستش که من و شما برنامه یک عمری رو از الان بزنیم. چرا؟ چون در اون پروسسی که من و شما داریم کارها رو انجام میدیم چیزای دیگه خودشون رو نشون میدن. و برای من کلن همیشه من فکر کردم که توی سی دی عرفان شماره یک هم گفتم که من از بچگیم فکر میکردم که من هیچ وقت جایی زندگی نمی کنم که دوست ندارم، هیچ وقت در شرایطی خودم رو نگه نمیدارم که دوست ندارم، هیچ وقت با کسی زندگی نمی کنم که دوست ندارم. پس همه چیز از بچگی برای من روشن بود که من باید اون چیزی که در اون لحظه به من حس خوب میده و حالمو خوب میکنه، من باید در اون لحظه اون کار رو انجام بدم. اوکی؟ پس نتیجتا هر کدوم از این پروسس ها شما رو میبره توی یک بُعد دیگه، بعد یه چیز دیگه باز میشه، بعد شما پیش خودتون فکر میکنین که کدوم از اینا الان بیشتر حس بهتری به من میده، حال منو بهتر میکنه. چون یادتون باشه همیشه و همیشه همه چیز راجبه اینه که چی به من حس خوب میده. چون کل قضیه اینه که دوستان، let's face it، جهان هستی فقط داره با حس ما کار میکنه، ضمیر ناخودآگاه داره با حس ما کار میکنه. پس اگر من و شما بریم دنبال اون چیزی که به من حس خوبی میده، حالمو خوب میکنه، نتیجتا اون انرژی یا ارتعاشاتی که میفرستین بیرون بازده مطلوب خواهد داشت. چون یونیورس فقط داره با انرژی شما بازی میکنه، چی میدین اون پس میفرسته، چی میدین اون پس میفرسته، چی میدین اون حس خوب، موقعیت خوب، حس خوب، حس خوب بهتر، موقعیت بهتر خوب. اگر شما فقط اینو تمرین کنین، اگه شما نقاشی دوست دارین، عاشق نقاشی هستین، ولی نرین توی ذهنتون که حالا کدوم نقاشا پول در آوردن، حالا من که مونه نمیشم، نمیدونم حالا چقدر کار و زمان میبره که این بشه و ال بشه و اون بشه. اگر برین دنبال اون چیز که واقعا عشقتون رو، صبح که از خواب بیدار میشین اون جوس و هیجان و پشن و همه اینا رو در شما در میاره، مطمئن باشین که اون نتیجه میده. ولی یه موقع های شما فرضاً میخوام برین دنبال نقاشی،
و بعد میگین که من واقعا عاشق نقاشیم، میرین اونو میخونین ولی در ذهنتون دائما ترس و وحشت اینو دارین که این کجا میره، آیا من موفق میشم، آیا بالاخره این تبدیل به پول میشه. بعد خانواده میگن برو بابا نقاشا هیچ وقت پولدار نشدن، حالا یکی نمیدونم ال بلینه. و شما دائما با اینکه دنبال اون چیزی که میخواستین رفتین ولی در ذهنتون دائما ترس و وحشت و شک و تردید دارین، بعد هی اونو میفرستین بیرون، اون احساس رو میفرستین بیرون، جهان اصلی هم دوباره براتون برمیگرده، بعد میگین من که نقاش نشدم، این همه زمانم که این کردم، آتلیه هم گذاشتم هیچکی نیومد. چرا؟ به خاطر اینکه متوجه نیستین که شما جهان هستی با حس شما کار میکنه، ضمیر ناخودآگاه با حس شما کار میکنه. پس اگر میرین دنبال اون چیزی که خوبه دوست دارین اما فکر و ذهنتون در شک و تردید و حالتون خرابه، خب دو مرتبه نتیجه معکوس میگیرین. Sometimes bad feeling come back and ruin every day. هایده جان، همیشه عشقم، احساسای بد میان به ما سر میزنن، اوکی؟ اما دو نفر آدم، من فرضاً اگه یه حس بدی بخواد بیاد یا دوباره برگرده از یه داستانی، بلا فاصله اونجا متوجهم که این حس بده و در من احساس خوبی به وجود نمیاره، نتیجه مثبتی نخواهد داشت، همونجا قطعش میکنه. چون یادتون باشه که برای خیلی از ماها اون حس بده یا اون قضاوت از گذشته، از انتخابای بدی که ما کردیم، از کارهایی که دیگران با ما کردن، از تصمیمای درستی که نگرفتیم، اینا دائما برمیگردن. آره من اینو متوجهم، اما تو کدوم یکی از این دوتا آدم هستی که میذاری اون حس بده بیاد و بعد باهاش میری و دوباره میری همون تجربه گذشته رو که دوست نداشتی دوباره اونو تجربه میکنی، یا اینکه تو الان انقدر آگاهی که همون جا اینو قطعش میکنی و میگین این بر من بهبودی، خوشحالی یا اون چیزی که میخوام حس کنم و اون جایی که میخوام برم، این دوتا الان با هم دیگه نمیخونن، همونجا قطع میشه. پس آنلاین کورس کلاس اولش که من اینقدر فشار میارم، من کی هستم، شما باید همه تون اون رو مثل یه آیه باید توی مغزتون، توی سلولاتون انقدر با گوش کنین که اون کاملا جا بیفته. اگر جا نیفته، بله شما با ذهن میرین تمام مدت، شما با احساس میرین. It's hard to cut it, I'm working on it. Okay. تنها چیز اینه که عشق من، میدونم آسون نیست، ما هممون میدونیم آسون نیست، به خاطر اینکه شما فکر بکنین که اون زمانی که متوجه دوقلو بودنتون میشین، اون زمانی که من و شما متوجه میشیم که باید هر روز باید گوش کنی عشقم، انقدر باید گوش کنی که تا کاملا اون براتون جا بیفته، اما زمانی که شما متوجه میشین که شما دوقلو متولد شدین و یه قول شما ذهن و منیته و یه قول دیگه شما روح و قلبه، سوال اصلی، این داستان رو دو مرتبه براتون میگم، اگه حستون بخواد به کسی آسیب برسونه، حال خودمون رو به هم بزنه. دلیل نداره بخوای به کسی رو آسیب بزنی، چون هر کاری که شما میخواین بکنین، هر چیزی که چرا پور کانکشن داریم، هر کاری که بخواین انجام بدین به خودتون برمیگرده، نتیجتا اونم همونجا باید قطع بشه. اوکی؟ ولی برمیگردیم راجع به دوقلو بودنمون، یه این داستانی که براتون توی آنلاین کورسم گفتم که پدر بزرگه به نوش میگه که در درون همه ما انسان‌ها دو تا گرگ هستن، یکیشون خیلی پلید و حسود و خشمگین و آسیب بزن و ایناست، یکی دیگه از این گرگا خیلی مهربون و خیلی
کمک دهنده و خیلی از این چیزاست. بعد میگه که هر دو اینا دائما فعاله. بعد نوه میپرسه، میگه پدر بزرگ بالاخره کدوم یکی از این دوتا گرگا چیز میشن؟ کدوم یکی از این گرگا پیروز میشن؟ پدر بزرگه میگه اون گرگی که تو بیشتر روزانه تغذیهش میکنی، بهش غذا میدی. خب پس نتیجتا چیزی که من دارم میگم، وقتی من و شما متوجهیم، چون خیلی وقتا وقتی من جلسه میذارم از افراد میگم بعد از این 10,000 باری که من گفتم که ما دوقلو متولد میشیم، من انسان ها رو عوض نصف میکنم سمت راست و سمت چپ، چی میگن؟ اصول جا ما همه برنامه تو گوش میکنیم ولی اینو تا حالا نشنیدم. مگه میشه بعد از این همه لایو و این همه کورس و شما نشنوین که من بارها و بارها گفتم متوجه باشین که شما دوقلو متولد میشین و این دوالیتی و این دوگانگی همیشه هست. خب پس در هر لحظه وقتی که من و شما بیدار میشیم، وقتی که میایم در شعور و آگاهیمون که در کلاس اول من کی هستم گفتم، شما باید دائما لایو اینستاگرام استاپ شد، میدونم اشقم میگه پور کانکشن، اوکی من چه کار کنم اینو اندش کنم and we start again. ببینیم کانکشن. پریسا جون این دیگه روزای آخر مرکوریه که رتروگرید کرده دیگه، اگه خدا بخواد مستقیم میخواد بره. اوپس، what's wrong with the connection. 4 روز دیگه سیاره مرکوری مستقیم میشه و بعد دیگه این داستانهای اینترنتی هم تمام میشه. پریسا جون مشکل دارم با کانکشنم روی اینستاگرام، بنابراین لایو اینجا که تموم شد میره فوری روی یوتیوب، بعد ویس رو برات میفرستن که لطف کنید بذارید در تلگرام اینها. اوکی وان سکند دوستان فیسبوکی. خب پس وقتی که من آگاهم در هر لحظه که کدوم بخش فعاله و وقتی متوجه میشم که این گرگ سمت راستی است که ایگو و منیت منه، بعد چیکار باید بکنم؟ بعد بلا فاصله باید فعالیت این گرگ رو بخوابونم و بعد اجازه بدم تغذیه بکنم گرگ دیگر رو که روحمه. و روح من و شما، خدمتون گفتم روح من و شما چون در سطح آگاهی بالاتره، این پایین زمانی که شما با ذهن و منیتتون درگیرین، روح شما اون بالا نشسته میگه حالا هر وقت برو با منیت قاطی بشو با ذهنه، بذار اینا هر آتیشی دلشون میخواد بسوزونن، سر و کلت به در و دیوار بخوره، تو گذشته برو هر روز گذشته رو مقایسه بکن با امروز و نمیدونم اگه این میشد اون میشد و احساس گناه بکنه که این کارت بد بود و به بچه‌هات نرسیدی و به بچه‌ها توجه نکردی و نمیدونم مادرتو اینجوری کردی و اگه اون اونجوری اونو بعد اینجوری میگه، تمام این احساسای گناه و تمام این انتخابای اشتباه و تصمیمای اشتباه و تمام این کارهایی که کردی روزانه میاد. روح شما میگه آقا من این بالا نشستم منتظر تو هم. هر موقع که اون پایین انقدر سر و کلت به این برام از ذهن و منیت زدنت، زخمیت کردن، تصادف رو جذب کردی، آدم های خراب رو جذب کردی، به موقعیت های خراب چسبیدی، نمیدونم به هیچی درست و چیز نشد، هر وقت انقدر دیگه صدمه خوردی تشریف بیار اینجا، من اینجا هستم که تو رو راه نمایی کنم، بذار بقیه راه رو من ببرم جلو، تو من حالت خوب باشه و چه میدونم کامل باشی و اون حس خلایی نباشه. مشکل شما اینه که شما نمیخواین تصمیم بگیری و تصمیم نگرفتن خودش یه مشکل بزرگه، به خاطر اینکه شما میشینی و فکر میکنی این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، این درسته یا اون درسته، این بری برم یا اون بری برم، ولی هیچ تصمیمی نمیگیری،
نتیجتا میمونین توی انرژی راکت فلج که هیچ کاری نمیکنین. پس قبلا در چند تا لایو قبل گفتم که اهمیت تصمیم، پستم براتون نوشتم، هر تصمیمی فرق نمیکنه، اون تصمیم رو بگیرین برین باش جلو، به خاطر اینکه وقتی تصمیم نمیگیرین و میمونین شما تو انرژی راکتین و انرژی راکت هیچی حرکت نمیکنه، همه چی خرابه. در انرژی راکت چیزها فقط مسمومتر میشن، پس نتیجتا موقعیت ها خرابتر میشن. بعد شما میشینین میگین که من بدشانسم، این خراب میشه، اون خراب میشه. بس برای تعریف کنم. بعد میرین داستاناتون رو میخوام برین برای بقیه تعریف کنین که این سمومی رو که شما جمع کردین، بعد این سموم رو میخوایم بپاچین، لطف کنین به بقیه براشون تعریف کنین که شما چقدر بدبخت. اون وقت اون در اون مقابلم بقیه اونایی هم که درگیر ذهن و منیتشونن به شما گوش میدن یه خورده، ولی کاملا شما رو گوش نمیدن. چرا؟ چون بدبختی های اونا از شما بیشتره، اونا فقط منتظرن که شما تموم کنین که بعد اونا اون لطفی که سمایی که شما برای اونا ریختین اونا هم در مقابل سمای خوش رو. پس بخت اگر یه مسابقه است اینجا، تو فکر میکنی بدبختی بلا سرت اومده، بیاد بذار من داستانم بگم. بعضی وقتا من جلسه خصوصی دارم، اول جلسه به طرف میگم ببین دوست عزیز، تو اگه میخوای حرف بزنی و وقت جلسه رو بگیری و داستاناتو تعریف کنی، داستانی که برای همه گفتی، میتونی به منم بگی، برای منم تعریف کنی، زمان جلسه هم از دست بدی، ولی هیچ چیزی نیست که تو بخوای به من نگی که من بیشتر از تو، بهتر از تو راجع به داستانای زندگی تو نمیدونم. حالا بیا انتخاب کن، میخوای داستانتو بگی وقت جلسه‌تو بگی، یا اینکه میخوای منی که میدونم خط روحی چیه، برای چی اومدی، داستانات چیه، کلاسات چیه، من برای تو بگم. ولی میدونی چیه؟ ذهن و منیتشون میگه که او پس اگه من فکر کنم باید تعریف کنم، پس اگه شما خودتون میدونی پس شما بگید، من میام شروع کنم، من قطع میکنم. نه آخه نمیدونی، آخه این داستان رو شما نمیدونی، اینجوری شو باز میخوان من رو ببرن تو داستان. بعد من میگم که اوکی از دوباره میخوای داستانتو بگی، پس من 5 دقیقه به تو میدم، تو داستانتو بگو، من میشینم گوش میکنم. بعد که 5 دقیقه داستان تموم شد، که توی 5 دقیقه هم نمیشه چون این داستان ها ادامه داره دیگه، انقدر بدبختی و بلا سر من اومده، بعد از این قضیه اون وقت من بهت میگم که داستان اصلی چه، راه حل رو بهت میدم، کلاس رو بهت میگم چه. اما تمام این مدت من رو اینا قطع میکنم. چرا؟ چون واقعا نتیجه نمیخوام، اینا فقط میخوان، یعنی منیت فقط میخواد بگه، توجیه کنه که ببین من چقدر بدبختم، ببین من چقدر بدشانسم، ببین چقدر من بلا سرم اومده. داستان اصلی اینه. پس الان من به شما میگم، میخواین انتخاب کنین؟ انتخاب کنین که آگاهی و بیداری و این دنیای درونی بالای لیستتون باشه، هیچی مهمتر از اون نیست. اما اگر اینو انتخاب نکنین زجر میکشین. اوکی؟ پس نتیجتاً همه دوستایی که میخوان راه حل، میخوان نمیدونم داستان میخوان، واقعاً تو این چند سال اخیر من تو این زمینه خیلی چیز گذاشتم. همون آنلاین کورس که اینقدر بهتون میگم، کلاس اولش من کی هستم؟ من نه فکرمم، نه احساسمم، نه فیزیکمم، پس من کیم؟ و من اینو بارها گفتم، الان هایده میگه من اونو گرفتم دارم گوش میکنم. گوش کردن دوستان، یه پستم چند روز پیش دادم که پریسا براتون بذاره، گفتم که دانش، علم و دانش به هیچ دردی نمیخوره مگر اینکه اون اپلیکیشن دانش روزانه تمرین و استفاده بشه. شما اگر آنلاین کورس منو میگیرین، فکر میکنین با یک دفعه شما میتونین براتون جا میفته که من کی هستم؟ من اینو بارها گفتم، هر کدوم از اون کلاسای آنلاین کورس، دومیش در این لحظه حضور داشتن، سومیش مدیتیشن، اصلا چی هست چی نیست، اینا باید 10 بار، 20 بار، 50 بار، جوری که انقدر صدای من توی کله شما ثبت شده. ولی خیلی از افراد با من جلسه میگیرن، همین 5 روز آنلاین کورس رو گرفتم سوری جان،
گفتم دفعه آخری که شما آنلاین کورس رو گوش کردی کی بود؟ شاید 2-3 ماه پیش بود. اینجوری کار نمیکنه. شما باید اینا رو انقدر گوش کنین تا براتون جا بیفته که اگر من میگم آنلاین کورس من کی هستم، من چی گفتم، اینجوری به من بگین که من نه فکرم نه حسم نه فیزیکم، پس کیم؟ من اون عقاب یا شاهینم که از اون بالا خارج از این شخصیت داره این شخصیت رو نگاه میکنه، جدا از افکارش، جدا از احساساتش، جدا از قضاوتهاش. پس دوباره اینجا تکرار میکنم، اون کلاس ها آنلاین کورس 18 تا کلاس، کلاس های 22 قدم، چون وقتی که شما میرین توی کلاس های 22 قدم جهان موازی رو گوش میکنین که من میگم اتفاق ها دائما دارن اتفاق میفتن، شما با یه دفعه نمیتونین اون رو گوش کنین و کل اون یه ساعت رو متوجه بشین، شاید باید 50 بار 60 بار گوش کنین تا براتون جا بیفته که این لایف الان شروع نشده و قطع هم نمیشه، این لایف همینجوری در جهان هستی داره اتفاق میفته. اون زمانی که شما تکی تمرکزتون توجهتون میاد اینجا، این الان برای شما داره واقع میشه و این الان لایفه برای شما. اوکی؟ پس یه چیز گرفتن اطلاعاته، یه چیز دیگه درک اون اطلاعاته که آها کاملا سلولهای من این رو متوجه میشه، و یه چیز دیگه است که شما این رو بالای لیستتون میذارین و روزانه این رو تمرینش میکنین. اوکی؟ پس بنابراین یه تحقیقات، خیلی تحقیقات شد روی این زمینه. یکی از اون تحقیقات که اون زمانی که من خودم ورزش و تغذیه میخوندم، که چه میدونم نزدیک 30 سال پیش این تحقیقات رو دانشمندا کردن، اومدن یه گروه از ورزشکارا رو آوردن و بهشون گفتن شما هر روز 5 ساعت 6 ساعت به بسکتبال تو باید این توپو بندازین رو، هر روز تو باید 5-6 ساعت اینو فیزیکی باید این عمل روزانه انجام بشه. یه سری دیگه از این ورزشکارا رو گفتن شما اصلا نمیخواد، یه ما اصلا ورزش نکنید، فقط و فقط در ذهنتون این بازی رو انجام بدین و در ذهن خودتون دائما ببینین که دارین توپو میندازین اونجا. نتیجه هیچ فرقی بین این دوتا نبود، یعنی چه شما در ذهنتون یه کاری رو انجام بدین ببینین، چه فیزیکی اونو مرتبا انجامش بدین، نتیجه یکیه. همین چند وقت پیش اومدن رفتن دانشمندا، من نمیخوام اینا رو بگم، فقط بدونم کجای این مسیر رسیدم به عشق بی نهایت هستم. خوشحالت مرجان. یه تحقیقات انجام دادن، زنگ زدن به دالیلاما، گفتن که ما 40-50 تا از این مانکای شما رو که این سوفقت سکوت رو در این لحظه حضور داشتن، ما 40-50 تا از اینا رو میخوام. 40-50 تا از این مانکا پشتن از تبت اومدن، تمام اینا رو وایر کردن، مغز و ذهن و تمام این داستانشون رو به این دستگاه، و به این مانکا گفتن که شما فقط و فقط به کامپشن، مهر و محبت فکر کنید. وقتی که این مانکا نشستن و به مهر و محبت و عشق به بشریت و کره زمین فکر کردن، فقط در ذهنشون تمرکزشون آوردن اونجا، فرانت لوب مغز اینا آنچنان جرقه زد، برق زد، روشن شد که دانشمندا شوک شدن. همچین چیزی نیده بودن که یک آن این وایرها اینجوری چیز بشن. بعد به یه سری از اینا گفتن که شما فقط در حستون این عشق و محبت رو حس کنی. دو مرتبه این جلو چیز شد. به یه سری گفتن، به یه سری هم مانکو گفتن شما اصلا به هیچی فکر نکنین، برین غذا بخورین، برین شهر رو بگردین، برین هر کاری دوست دارین بکنین. وقتی اینا رو اومدن وایر کردن هیچ اتفاقی نیفتاد. اوکی؟ نتیجتا من و شما دیگه امروز متوجه میشیم که همه چیز ساخته شده این ذهن. هفته پیش لایو رو در مورد باورها گذاشتم. اوکی؟
پس اون چیزی که شما فکر میکنین، توجه و تمرکز شما، فکر شما روش میاد، اون در دنیای مادی این لحظه برای شما واقعی میشه. به محضی که تمرکزتون از اینجا بردارین، این دیگه برای شما تموم میشه. معنیش این نیست که اون از بین نمیره، معنیش اینه که اون کانتینیوسلی هنوز داره اتفاق میفته. در آنلاین کورس کلاس اول من کی هستم توضیح دادم که در دنیای مادی هیچ چیزی، در ریالیتی یا در واقعیت هیچ چیزی مادی نیست، و گفتم که برای ذهن ما انسان‌ها مشکله که متوجه بشیم که این کامپیوتر الان سالیده به نظر من، چون ذهن و تمرکز من الان اینجاست. به محضی که من از خونه برم بیرون، این کامپیوترم فقط امواج و ارتعاشات میشه. ذهن من و شما نمیتونه این رو متوجه بشه. نتیجتا شما دائما فکر میکنید که این مبلمان شماست. مگه میشه این مبل منه؟ من روش میشینم، میخوابم، پا میشم، میام. مگه میشه وقتی من برم این فقط ارتعاشات بشه؟ بله، واقعیت همینه. اوکی؟ پس هر کجا که شما تمرکز ذهن و فکرتون رو ببرین، کانشسنس به هر کجا که شیفت میکنه، اون حقیقی و واقعی میشه. و دلیل این که من میگم مهمه که شما آگاه و بیدار بشین، چون همه چی کلی و یکیه، به خاطر اینکه شما تنهایی نمیتونین بر خودتون فکر کنین. مرسی عشقم، قطع میکنه من. اوکی؟ پس نتیجتاً اون چیزی که من فکر میکنم روی تمام کره زمین داره اثر میذاره، اون فکر شخصی من نیست. بنابراین مسئولیت منه که افکارم رو انتخاب کنم، و افکاری که بیشتر درشون عشق و محبت و درک و فهمه، چون وقت روی شعور کلی اثر میذاره. دوستان عزیز، برنامه رو میبندم. مرسی از اینکه همتون اومدین. برای اطلاعات و آگاهی بیشتر میتونین آنلاین کورس من کی هستم، مدیتیشن چی هست، در این لحظه حضور داشتن، کلاس های 22 قدم، لیست اونها رو نگاه میکنین. بعد پروموشن الان ما این هستش که هنوز 3 تا قرص برای خارج از ایران همه جا برای $100 گذاشتیم. برای دوستانی که در ایران هستین، ساپلمنت ها رو همه رو قیمت هاش رو آوردیم پایین براتون، بنابراین تعداد محدودی ما چیز داریم، میتونیم اونا رو بگیرین. در این لحظه یک پروموشن 20% جلسه خصوصی فقط برای ایران رو یک هفته دیگه تمدیدش میکنیم. جلسه خصوصی با من در امریکا و جاهای دیگه همون قیمتی که در روی وبسایت هست همون خواهد بود. بنابراین همتون رو میبوسم. روز و شب خیلی خوبی داشته باشین. تا هفته آینده، God bless. برنامه ها رو روی لایو و فیسبوک و نمیدونم یوتیوب که نگاه میکنین، حتما حتما لایک کنین، شیر کنین و روی کانال های من ثبت نام بکنین. سوری عزیز، ممنون برای اطلاع. قربان تو ساناز جان، لاف. تا هفته آینده، God bless.